سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب جمعه 19 خرداد ماه ایرانی برابر با 9 ژوئن 2023 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب در غیاب مطبوعات چاپ تهران که عمدتاً حول نقض گسترده ی حقوق بشر در ایران متمرکز هست. شوربختانه از مزار از اعدام درمانی های جمهوری اسلامی به سمت سنگ مزار سوزان گرفتار آمده نظام، از جمله موضوعاتی که قلب بسیاری از ایرانیان رو به درد آورد و منجر به اندوه عمومی در کشور شده بود و از طرف مهم نشان از سبعیت و نشان از درنده خویی حاکمان جمهوری اسلامی بوده، تخریب آرامگاه جانباختگان جوان ایرانی در جنبش زن زندگی آزادی بوده، تخریب آرامگاه 3 معترض کشته شده اعتراضات اخیر بر صدر خیلی از رسانه ها جای گرفت و موجب جراحت روحی و اندوه عمومی در کشور شده بود. در این رابطه مشخص آتش زدن شبانه ی آرامگاه مجید کاظمی در اصفهان، حمله و شکستن شیشه های نصب شده بر مزار ابوالفضل آدینه‌زاده، همون نوجوان کشته شده مشهد، و تخریب شبانه ی محل دفن میلاد سعیدیانجو در ایزه طی یک شبانه روز حکایتگر حمله به مزار معترضان کشته شده اعتراضات زن زندگی آزادی است که به طور سازماندهی شده ابعاد تازه ای گرفته. در این رابطه مشخص محمد هاشمی پسرخاله مجید کاظمی، همون جوان اخیراً اعدام شده اصفهان، در توییتی خبر داد که شامگاه چهارشنبه نیروهای امنیتی با خانواده او تماس گرفته و گفتند حق ندارید برای تولد 31 سالگی مجید به مزار او بروید، و بعد هم نیمه شب مأمورهایشان به قبرستان رفته و مزار مجید رو آتش کشیده. من اتفاقا خواستم در این رابطه مشخص یک تحلیلی رو ارائه کنم که چرا عمله های استبداد و نظام خودکامه به این در این زمانه و این عصر به این مدل از رفتارهای خشونتبار روی میکنند. حالا شلیک مستقیمه گلوله های ساچمه‌ای به چشم جوانان از یک سو، اعدام در سوی دیگر. حالا از اوایل انقلاب که پول گلوله میگرفتن الان دار شده، تنابه دار شده، احتمالاً حق و زحمه اون جلاد و تنابه دار رو حالا نمیدونن میگیرن یا نمیگیرن، که در سوی دیگر و الان دیگر مزار سوزی راه انداختن. یک پاسخی خود پسرخاله مجید کاظمی داد، پاسخشان خیلی رنگ و بو و تم تحلیلی داشت و من رو از تحلیل تازه تر بی نیاز کرده. من بخشی از این انتقاد ایشون رو میخونم که نتیجه و تبعات و پیامد این مدل خشونت نظام علیه سنگ مزار معترضان به کجا منجر خواهد شد. پسرخاله مجید کاظمی در واکنش به این اقدام نوشت این آتش گریبانگیر عبای خودشان خواهد شد و برای ما ملت ایران آنچه باقی میماند نوری است که از مزار قهرمانانمان میتابد و هزاران مجیدی که از دل این آتش آواز خوان و مرگ بر جمهوری اسلامی گویان بسان ققنوس متولد خواهند شد و مجید رو در دل این کشور جاودانه خواهند کرد. او خطاب به مقامات جمهوری اسلامی افزود جنایت رو به بی نهایت برسانید، آتش بزنید، مزار عزیزانمان را بسوزانید، نور راهمان مشعل پیروزیمان خواهد شد. قطعاً به لحاظ تحلیل جامعه شناسی همین هست که ایشون اشاره کرده، بسوزنن، بکشن، به تعبیری مزار رو آتش بزنن، مانع جشن تولد در سنگ بر روی مزار یک عزیز اعدام شده و جان باخته بشن. این حجم خشونت سازمان یافته قطعاً بسان موتور پیشران و موتور محرکی خواهد شد که فقط فروپاشی نظام جمهوری اسلامی رو شتاب میبخشد و تسریع میکند. اینها گمان میبرند که با بستن ها و با این گونه عمل کردن ها میتونن مثلا اون مطالبه دموکراسی خواهی ملت ایران رو مهار کنند. همزمان خیلی جالب بود، حالا تو همین بحث هستم، این رو اشاره کنم که مادر زنده یاد نیکا شاکرمی
عکسی از نیکا رو در توییتر منتشر کرده بود، در اینستاگرام معذرت میخوام، که نیکا شاکرمی دختر ایشان با در دست داشتن یک اسلحه در حال نشانه‌گیری است و مادر ایشان صریحا نوشته بود که دای وقت جنگ و مثلا به زبان فارسی بگم معانست و دوست وقت دوست داشتن تفنگه، که بسیاری از کارشناسان از انتشار چنین مطلبی تحلیل های تازه تری رو ارائه کردن مبنی بر این که محتملا نوعی مطالبه هست از ضرورت تسلیح جامعه ایرانی در رویارو و مواجهه با جمهوری اسلامی. حتی می دیدم که شاهزاده رضا پهلوی نیز این عکس و این کامنت رو بازنشر داده بود. اما میخوام برگردم در رابطه با همین سنگ مزار سوزان. آقای سعید دهقان، یکی از حقوقدانان و وکلای خوشنام ایرانی، یه توییتی زده بود، اون هم خیلی قابل توجه بود، دوست دارم اونو بخونم برای شما. گفته همین که هیچ کس از حق شکایت تخریب بابت آتش زدن مزار مجید کاظمی صحبت نمی کند، یعنی جنازه واقعی قوه قضاییه جمهوری اسلامی است که حق دادخواهی رو هم با خود به گور برده، با تابوتی به رنگ خون از قتل‌های حکومتی و انتقام‌های به نام اعدام، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند. در هر روی نکته بقایت مهمی بوده که همین که کسی سخن از ضرورت اعتراض و برخورد در رابطه با تخریب سنگ مزار این جوانان نمی کنه و واقعا جنازه واقعی همون قوه قضاییه است. ادامه میدم. همزمان گلی حسینی، مادر ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان 16 ساله که در اعتراضات مشهد با شلیک نیروهای امنیتی کشته شد، در صفحه اینستاگرام خود از تخریب بخشی از مزار فرزندش خبر داد و نوشت: درست 9 روز مانده به تولد پسرم جاوید نام ابوالفضل آدینه‌زاده، شیشه مزار پسرم و گوی سنگ مزار پسرم را شکستند. با این حد که حرمت ها فقط ما رو مصمم تر خواهید کرد. مادر ابوالفضل آدینه‌زاده افزود که هفته گذشته در بیدادگاه جمهوری اسلامی حضور پیدا کرده بودیم و یکی از مواردی که بازگو کردن این بود که چرا شعار زن زندگی آزادی و مرد میهن آبادی رو روی مزار نوشته اید. ما هم گفتیم هیچ گونه عنوان مجرمانه این ندارد و قانونی نمیتوانید برای سنگ مزارش به ما فشار بیاورید، اما حالا میبینم که شکستند چون میدانند حقیرند. گلی حسینی با بیان اینکه مقام های جمهوری اسلامی هر چه در عزاداری های مذهبی برای مردم میگویند خود در همین عصر و همین روزها انجام میدهند، گفت: بشکنید، ما دوباره میسازیم، نه یک بار بلکه هزاران بار. اصلا این همپوشانی مطالب، چیزی که پسرخاله مجید کاظمی نوشته بود که بشکنید، بسوزانید و ما مصمم تر میشیم، چیزی که مادر ابوالفضل آدینه‌زاده خانم گلی حسینی هم گفته، عین این مطلب، گفت که بشکنید، ما دوباره میسازیم، یک بار بلکه نه یک بار بلکه هزاران بار. این یعنی در جریان بودن صدا و خشم انقلابی ملت ایران. اینجاست که من میگم که اصل جنبش مهسا درسته که یک جنبش بوده، یک ابر جنبش بوده، اما کماکان یک شبه انقلاب است، امری است و مسیری است ناایستا، در ادامه مسیر پیش می رود، زایش می کند، شعار تازه تر می دهد، بیانیه های تازه تر صادر می شود، نظام به واکنش واداشته می شود. همین دو مورد خیلی حکایت ها داشت که یعنی یک گفتمانی، حالا نه از جنس انقلاب خمینی در قبل 57 که نمی برای 40 برگزار می کردن، به اشکال دیگر، چرا که اساسا این نسل، نسل 40 نیست، نسل عاشق زندگی است، نسل بازپسگیری هویت ملی ایرانی خودش است. در هر روی، در همین حال خانم زهرا سعیدیانجو، خواهر میلاد سعیدیانجو، از کشته شدگان 25 آبان ایذن نیز از حمله شبانه و مخفیانه به مزار برادر خود و تخریب بخشی از سنگ مزارش خبر داد. زهرا با انتشار تصاویری از تخریب سنگ مزار برادرش و تأکید بر اینکه شبانه، مخفیانه و ناشناس میآیند و سنگ قبر میشکنند، نوشت: جسم میلاد زیر خاک، اما جای میلاد در قلب‌های ماست، قلب‌هایی که اگر تک پاره هم شوند یاد و نام قهرمانان خود رو زنده نگه خواهند داشت. این خواهر داغدار در ادامه اشاره کرد که حکومت بچه کش با مخدوش کردن سنگ قبر برادرم تنها به ما نشان دادید که نباید سکوت پیشه کنیم. این میزان وحدت و همدلی و یک پارچگی در نوع واکنش نسبت به
مظالم رفته امریست به غایت کم نظیر و ستودنی و قطعا امید آفرین. در سوی دیگر این میزان خشونت کور علیه جوانان وطن و سنگ مزار و سوزاندن مزار معترضان جان باخته نشان از یک ضعف و زبونی و زوالی است که آغاز شده و به دفعات مطلب رو اشاره کردم. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. یک مطلب کوتاه میدیدم که اتفاقا اینم نکته جالب توجه است، دوست دارم به اون یک اشاره بکنم. حسین رونقی خب یکی از فعالان داخل کشور هستش، صریحا گفته که میگوید برای خروج از ایران تحت فشار است. عملا یعنی این که بسیاری از فعالان سیاسی که در داخل مانده اند و میخواهند کنشگری های سیاسیشون را از داخل مدیریت کنند، جمهوری اسلامی بعضی اوقات اینها رو تحت فشار قرار میدهد، یا به طور غیر مستقیم یا به طور مستقیم، که حسین رونقی مستقیم هست. اشخاص چون بنده حقیر غیر مستقیم بودیم که البته به دفعات اینو توضیح دادم، به گونه اعمال فشار میکنن که فعال سیاسی ناگزیر به ترک میهن شود و گمان میبرند با دور ماندن از جغرافیا و میدان ایران چه بسا صداشون کم اثرتر شود. بدین روی نظام این کار رو ادامه میدهد. در رابطه با حجم جنایات و مظالم نظام یافته یا ظلم ها و ستم های نظام یافته جمهوری اسلامی، هر از گاهی همون گونه که من اشاره کردم که آغاز یک زوال عظیم و نشانه های یک فروپاشی شتاب یافته هست، یک جامعه شناسی از داخل ایران مطلبی رو گفته که اون هم قابل توجه بوده و گفته که در چنین وضعیتی دیکتاتورها یعنی حاکمان کنونی جمهوری اسلامی یا از طریق کودتا یا جنگ مسلحانه یا انقلاب برکنار می شوند. ادبیاتی که این روزها در بین پاره ای از نیروهای سیاسی در ایران مطرح است که عاقبت و آخرت برون رفت از این بحران چه هست؟ عاقبت و آخرت جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ آیا جمهوری اسلامی اساساً به نیروهای مثل اصلاح طلب تمکین خواهد کرد؟ آیا اپوزیسیون مسیر و ظرفیت لازم رو برای انحلال نظام فقها در اختیار دارد یا خیر؟ آیا جمهوری اسلامی با تولید مدام خشونت و تحمیل نوعی خشونت و خصومت به جامعه که من الان مواردی رو اشاره کردیم از مزار سوزان گرفته تا اعدام‌های کور خارج از روند قضایی، آیا جمهوری اسلامی با تحمیل این بسته‌های خصومت و خشونت خود جامعه رو وادار به نوعی دفاع مشروع خواهد کرد که اونجا آغاز یک جنگ مسلحانه هست؟ من با توجه به این مؤلفا میخوام دیدگاه‌های این جامعه شناس رو بخونیم. آقای سعید مدنی که جامعه شناس بسیار برجسته است و بسیار خوشنام و شجاع، ببینیم نظر جامعه شناس ایران از داخل ایران چه هست. سعید مدنی جامعه شناس و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی در یادداشتی به عنوان وقتی حکومتی رو اکثریت مردم نمیخواهند چه باید کرد، در یادداشتی با عنوان پرسشی یعنی سوال میکرد که وقتی حکومتی رو اکثریت مردم نمیخواهند چه باید کرد، این گونه تحلیل میکرد و مینوشت که در کشورهای دیکتاتوری با جنگ مسلحانه و انقلاب میتوان قدرت را تغییر داد. آقای مدنی که این یادداشت رو در کانال تلگرامیش منتشر کرد نوشت: همیشه تاریخ این بوده که حکومت‌ها تا آخرین نفس و آخرین گلوله در مقابل مردم می‌ایستند. البته خب من اینو موافق نیستم، خودشم توضیح میده که در عصر جدید تغییر کرد. محمد رضا شاه پهلوی نه تنها چنین نکرد، گفت به خاطر اینکه میخوام خونی ریخته نشه دو دستی سینی طلای حکمرانی کشور رو به هر روی بر ایران در ایران گذاشت و دست آخوندا رفت و کشور رو ترک کرد که مبادا تا آخرین گلوله بخواد بره از من، بخواد بجنگد. این به لحاظ جامعه شناسی به طور استثنا داریم. البته اساس حرفشون به لحاظ علم سیاست و جامعه شناسی درسته، به طور کلاسیک، به طور سنتی، به طور رویه معمول وادادن و پس دادن قدرت امر متعارفی نیست. مسائلی چون محمد رضا شاه پهلوی استثناء در تاریخن، قاعده نیست. حالا من این رو استثناء رو سری مطرح کردم. ایشان آقای مدنی همون گونه که اشاره کردم گفت که همیشه تاریخ این بوده که حکومت‌ها تا آخرین نفس و آخرین گلوله در مقابل مردم می‌ایستند. در خیابان‌ها قتل عام و در زندان‌ها و سیاه‌چال‌ها شکنجه و اعدام می‌کنند. اما در دنیای مدرن هر از گاهی حکومت‌ها
عاقلانه رفتار کرده و تن به رفراندوم داده و سعی میکنند با مراجعه به رأی مردم کشور رو از غلطیدن به بحران و ورطه نیستی نجات دهند که یک نمونه آن کشور ایتالیا است. او افزود جالب اینجاست که تنها فقط و فقط 55% ایتالیایی ها به نظام جمهوری رأی دادند و نظام از پادشاهی به جمهوری انتقال یافت. البته باز این متفاوته با آن چیزی که ما الان در اون وضعیت قرار گرفتیم. بله، نظام پادشاهی ایتالیای وقت اسیر یک سری مظالم شده بود، یعنی در حق شهروندان، و باز یک جابجایی قدرت مدنی بوده، از تغییر شکل حکومت بوده. در جمهوری اسلامی بس ضرورتا میبایستی اول به اضمحلال و انحلال این نظام فرقسان، چون یه گروه فرق مافیا الان حاکمه، اینها باید منحل بشن، سپس نسبت به تغییر مدل یا صور یا شکل حکومت سخن گفت. علی ایو هالن ایشون نوشته که پس از 70 و اندی سال و پشت سر گذاشتن بحران و خرابی های جنگ، ایتالیا روز به روز پیشرفت کرد و الان جزو 7 کشور صنعتی جهان و 9 اقتصاد دنیا است. این جامعه شناس ادامه داد: اما امثال ژاپن، انگلستان، اسپانیا، سوئد و غیره مسیر دموکراسی حزبی رو طی کردند. شاه و ملکه و امپراتور نماد وحدت و یکپارچگی کشور شدند و در یک نظام حزبی رقابتی نخست وزیران منتخب توسط مجلس عهده‌دار مدیریت کشور شدند که قابل استیضاح و برکناری هستند. خب، اما در رابطه با خاورمیانه ایشان افزود که به هر روی کشورهای جهان سوم به خاطر مقاومت دیکتاتورها با ایستادن بر سریر قدرت تا آخرین نفس مجبور نظام‌های سیاسی رو با کودتا یا جنگ مسلحانه و انقلاب‌های خونین برکنار کنند و تبعات و آسیب‌های ناشی از آن دهها بر جای بماند. حالا چیزی که من می‌خواستم اشاره کنم، چون وقت زیادی ندارم بخوام خیلی به این موضوع بپردازم، اتفاقا میگم در رابطه با ایران معاصر خیلی متفاوت این ماجرا. آقای جامعه شناس کمی به هر روی کم لطفی کرده، البته میتوانست به راحتی به مثابه یک مصداق تاریخی به نظام پهلوی اشاره کنه، پادشاهی که با مهر حد اکثری به هم میهنانش فقط به یک اندوه درون پناه برد که چه پیش آمد، چه دستهایی در کار بوده، چرا جمعی که به هر روی از مالیات و رانت ملت ایران استفاده کردن به برون مرز رفته بودن تا دانش بیاموزند و در خدمت کشورشان باشند دست به خود ویرانگری ها میزنند. این هم بایستی مطرح میشد و همه این سوالات بوده و پادشاه فقید بیان کرد، یعنی به زبان آورد که برای اینکه نمیخواست قطر خونی از شهروند ایرانی ریخته بشه کشور رو ترک کرد و قدرت رو ترک کرد. اینها میبایستی بیان بشه تا به تعبیری اون عدالت در نوشتار و در گفتار معنای بهتری بیابد و به هر روی اون حقد درون در نقد نمایان نشود. من یک مطلبی رو ادامه میدم، مطالب رو با کماکان. خانم یاسمین پهلوی، همسر شاهزاده رضا پهلوی، پیشتر یک مطلبی رو نوشته بود، قابل توجه بود، موجب به هر صورت مباحثات مناقشه آمیز شد. ایشون در یک توییتی یک زمانی گفته بود که مرگ بر سه فاسد چپ ملا مجاهد. خب این موضوع خیلی منجر به رنجش خاطر گروه های مجاهدین خلق شد، گروه های چپی شد و همینطور روحانیون حاکم که همیشه هستن. ایشون یک توضیحی داد که برای من قابل توجه بود. من برای اینکه ادای عدالت بشه دوست دارم بخش از این توضیح رو خیلی کوتاه اشاره کنم که خیلی منصفانه مسیر تحلیلش رو بیان کرد. خانم پهلوی، همسر شاهزاده رضا پهلوی، در اینستاگرام با اشاره به نظر خود در رابطه با دیدگاه‌های مارکسیست‌ها و اسلام‌گرایان گفت که من شدیداً با ایده چپ و مجاهد و ملا مخالفم و آن رو برای حال و آینده ایران زیانبار می‌دانم، اما به هیچ وجه منظورم این نیست که صاحبان این ایده‌ها باید کشته شوند. ایشان مارکسیست ها و اسلام گرایان رو عامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی خوان. او با اشاره به اینکه ملاها بعد از به قدرت رسیدن تبدیل به ارتجاع غالب شدند گفت ارتجاع مغلوب، یعنی چپ ها و مجاهدین، بهتر از ملاها نبودند. بسیار نکته درستیه و اتفاقا کسانی که سعی کردن از این شعار ایشان به تعبیری علیه ایشون به عنوان تمامیت خواهی متهمش کنند بسیار تبیین درستی کرده. شما تصور کنید الان گروه حاکم روحانیون حاکم هستن، انقلابیون 3 تا ذل داشتن دیگه، مجاهدین خلقی ها هم بودن، چپ ها بودن، اونها باختن بازی رو به آقای خمینی،
اونها گمان می بردن، حتی ملی مذهبی هاشون، اونها گمان می بردن که خمینی پیر مردی است که کمتر متوجه به قم می فرستیم، خودمون قدرت رو در تهران مدیریت می کنیم و جایش پادشاه فقید محمد رضا شاه پهلوی هم می نشینیم. اما نمی دانستن که در بازی قدرت خمینی از خود اونها ماکیاولیستر عمل می کند. بدین روی ارتجاع مغلوب که چپ باشه و مجاهدین خلق باشه اصلا روی دیگر سکه‌ای از خمینیسم هستن. یعنی ما هیچ تفاوت ماهوی نمیبینیم که هیچ، از قضا بازخانی از اون ساحتن. مجاهدین خلقی ها کماکان شیوه های فرقسان مافیاگون رو در فرقه خودشون دارن و در هزاره سوم، در حالی که انقلاب ایران انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب آزادی خواهی، انقلاب رنسانسیست، اونها بارها گفتن در قلب پاریس و آلبانی و کمپ هاشون برای بی بی رقیه مراسم میگیرن، اصلا اموری که جامعه ایرانی از اونها عبور کرده. یا گروه های چپ در ضلع دوم ارتجاع مغلوب که ایشون اشاره کرده، اساسا ایران کماکان براشون مهم نیست، کماکان بر ضرورت ذره‌ای کردن ایران میاندیشند، کماکان اصرار دارن که ایران باید کوچک بشه تا بتونیم درست مدیریت کنیم، یعنی تجزیه ایران رو میخوان. تنها جریان فکری که در این راستا میتوان گفت به مثابه پاسبان میراث ایران زمین باشه، تفکر و متد حکمرانی پهلویزم یا پادشاهی پهلویزم بوده و هست. حالا نه لزومن در زمینه احیای نظام پادشاهی، من اصراری برای این موضوع ندارم، اما تفکر معطوف به اعتلاء ایرانه. تفکر خمینیسم مبتنی بر امت واحده بوده، تفکر چپ متکی بر اینترنسیونالیزم بوده، یعنی فرا جهانی، اصلا براشون ایران خیلی مهم نیستش، جغرافیای سیاسی ایران و داشته های فرهنگی و میراث تمدنی براشون مهم نیستش. و تفکر گروه های مجاهد دیگر ضلع فاسده که ایشون اشاره میکنه، خب خوی و روی دیگر آیت الله خمینی هستن. یعنی تفاوت ماهوی در این سه ضلع ارتجاع غالب و مغلوب ما نمیبینیم. متاسفانه گویا وقت برنامه من به پایان رسیده، من خیلی مطلب داشتم در رابطه با برجام خواستم اشاره کنم که شوربختانه وقت نشد. خیلی کوتاه اشاره کنم که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در رابطه با مباحث برجامی که اخیراً خیلی در ایران به صدر رسانه ها اومده بود، گفت که تمام این گمان زنی ها مبنی بر این که ما داریم پولی آزاد میکنیم، داریم باجی میدیم و داریم رابطه رو احیا میکنیم، بیشتر پروپاگاند و تبلیغات خود ترمیمی نظام جمهوری اسلامی است. حالا این واژه رو وزارت خارجه به کار نبرده بود، گفته که گزارش های انتشار یافته در مورد نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق موقت بر سر احیای برجام غلط و گمراه کننده است. و عملا با همین مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.